حالا ما از این تیپا نداریم. با یه قاشق نمک گذاشتم یک صف. از سرکه سفید یه مقدار استفاده میکنه. این هم از بادمجونا. بادمجونا که شکم همشون رو پر کردم. ما حاضر شدیم. نظریم. سلام. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشین؟ سلامتین؟ به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم که تمام لحظه هاتون خوش باشه. حالا چه صبحه، چه ظهره، چه شبه، هر لحظه‌ای که دارین این فیلمو میبینید اوقاتتون خوش باشه، دلتون خوش باشه، جیبتون پر پول باشه. هر چی هم که از خدا میخواید بهتون بده. انقدر هوا بیرون مه گرفته. الان ساعت 7 صبح دیگه. من بیدار شدم برای سما لقمه درست کنم که ببره مدرسه. دیگه صبح خودش هم داره بالا آماده میشه تا سرویسش بیاد دنبالش. 7:30 میره مدرسه. دیگه آروم صحبت میکنم. سعید و صدرا هنوز خوابن. دیگه برم لقمه های سما رو درست کنم و همین دیگه. فعلا همراه من باشید. ببین بیرون قشنگ سرد. ماشینا رو همه رو نگاه کنیم، بخار زده، معلوم نیست. خیلی سرده. خب اینم از لقمه های سما. یکم از دیشب غذا مونده بود، یه لقمه وابیشگاه، یه دونه هم براش نون و پنیر رو گردو درست کردم ببره. امروز یکم دیرتر از مدرسه میاد. یه چایی هم براش میریزم، میبره مدرسه بخوره. به جایی که حالا آب سردین رو بخوره، این چایی کمرنگ بهتره براش. کی به شما گفته سر صبح بیدار شی آخه؟ آقا صدرا. مش کوچولوی من. بیدار شدی صبحت بخیر. قشنگه. گوشی رو برداشتی داری میای نه؟ بیا پایین، بیا پایین. خدا کلیس من جا مونده بود آورده قربونش بشم. ببین پایین. سعید. بیدار نمیشی؟ بیا. بچه سمو داریم این مدرسه. خدا. موزه باش. خداحافظ. چی شده؟ چی شده؟ باغ هلو کارت به اینجا کشید. قربونت برم. نمیخواستی دیگه لالا کنی؟ کجا میخوای بری؟ مدگودک. چی؟ دستتو در رو؟ مدگودک. میخوای بری مدگودک؟ آخه سرده. دوست داری بری؟ باشه. تخمه ها میخوری برد بشکنم؟ ایشونم آماده شد بره مدگودک. دیگه گفت بابا برم. دیگه بخاطر این داره زودتر میره.
سلام ببینمت. خوبونیش میشم خوش دیب. بابا سعید صدا کن. باشه چشم دیگه امروز لاش گرفت تو ببریش دیگه خوش میدی کم به سلامت به سلامت اینو ببر داخل تحویل بده باشه؟ امروز زود رفتی آقا صدرا برو به سلامت سر بابا گربونش میشه من بای بای کن صدرا خب من یه مقدار لوبیا رو با آب ولرم گذاشتم که خیس بخوره یک ساعتی بعد برای اینکه لوبیامون نفخش بره بهش یه قاشق نمک اضافه میکنیم میذاریم تا بمونه و این باد و بودش بره من برای لوبیا چیتی یا لوبیا قرمز یا لوبیا سفید نمک میزنم. برای نخود میتونی خیار برش بزنی بذارین داخل آب که وقتی حبوبات خیس کردیم و برای عدس از آب لیمو میتونی چند قطره آب لیمو اضافه کنید بذارین یک ساعتی با آب ولرم خیس بخوره بعدش اون آب رو بریزین بره دوباره بهش آب بریزین و بذارین برای پخت. حالا بهتونم میخوام یاد بدم که چجوری بتونید خیلی سریع خوراک لوبیا درست کنید چون اکثرا مثلا لوبیا رو چند ساعت 4-5 ساعت 6 ساعت میزنن تا بپزه ولی امروز بهتون یاد میدم که چجوری یک ساعته درست کنید. حالا بزنید خیسش رو بخوره آبشو بریزیم بره بعد میرسیم مرحله بعد. خب من یه ذره صورتم رو خیس کردم که مرطوب باشه میخوام آبرسان پوستمو بزنم بعد دوباره یک کوچولو آرایش میکنم. این سرم آبرسانه باید قبلش این مقدار پوست مرطوب باشه به خاطر اینکه اگه پوست خشک باشه جذب میشه ولی این مثلا 10% جذب میشه ولی وقتی پوست مرطوبه همش جذب پوست میشه. من چون خیلی خشکی پوست دارم همیشه باید آبرسان بزنم. آبرسان قبلیم هم خیلی خوب تموم شد این دفعه اینو گرفتم. اضافه هاش هم میزنیم به گردن نهایت استفاده رو ببریم اینکه سب کنم میزن جذب بشه بعد دوباره یک کوچولو هم آرایش میکنم. اگر بخوام از این آبرسانه بگم آبرسانه خوبیه قیافش هم میخواید ببینید
که یه وقت خواستید بگیرین ازش بگیرین. من الان میخواستم مامو خوش بکنم و سشار چرخشی ما آوردم که مامو خوش کنم. یاده پیام دوستات از دوستان افتادم داخل کانال که گفتن که چرا مثلا سشار چرخشی نمیگیری، خیلی بهتر و اینا. میخواستم بگم که من سشار چرخشی دارم، دو تام دارم، یه دونه مارک پرو مکس، یه دونه مارک پرنسلی. این که پرنسلیه، اون که پرو مکس رو بردم گوشتم خونه رشت. ولی حالا میخوام تجربه‌مو بهتون بگم. اون که مارکش پرو مکسه من خیلی گرونتر، یعنی قیمتش دو برابر این پرنسلیه است، ولی کیفیتش، حرارتش خیلی بده. یعنی اصلا باهاش نمیتونید مو رو خوش بکنید یا حالت اونجوری بدید، انقدر حرارتش کمه. یعنی در حد و شما باید با یه سشوار دیگه خوش بکنید کلا قشنگ، بعد یکم نوکار و اینا رو باهاش فقط جلوی موهاتون رو بتونید باهاش چی هر مثلا حالت بدید، انقدر که حرارتش کمه. ولی قیمتش هم از این خیلی بیشتره. ولی این پرنسلی رو من چندین ساله، یعنی بگه خیلی ساله دارم. اونو مثلا سعید اومد یه دیگه جدید برام بگیره، ولی دیدم که اصلا کیفیتش اون مثل این نیست. ولی این پرنسلی با اینکه چندین ساله دارم هم قدرتش بهتره، هم کیفیتش بهتره و قشنگ از اول میشه باهاش مو رو خوش کرد و در آخرم مو رو حالا وقتی که خوش شد حالت بدین. اگر خواستین بگیرین این پرنسلی ها خوبه، من چون طبق تجربم. حالا این یک کچولی منی که گرفتم میدم به سمت جلو همطور که دیدین. بعد شروع میکنم به سشار کشیدن، میاد پایین، از پایین کلن سشار میکشم، اینجا رو سشار میکشم، بعد که خوش شد برمیگردونم و دوباره حالت میدم به این شکل. من قبلا هم بهتون گفته بودم از این ضد آفتاب رنگی درموبای استفاده میکنم، دیگه کرم پودر و اینا نمیزنم که هم ضد آفتابه هم یک کم هم داخلش کرم پودر داره. خب امروز میخوام رژ لب کاپرا شماره 17 بزنم. رنگش خیلی ملایمه. ریمل هم نزدم. خب بریم نهار درست کنیم.
چند تا سیب زمینی با یه دونه پیاز آوردم پوست کنم برای لوبیا. من سیب زمینی و پیاز رو برای لوبیا سرخ نمی کنم. بعضی ها مثلا سیب زمینی و پیاز رو سرخ میکنن، بعد لوبیا رو بهش اضافه میکنن، آب میریزن، میذارن میپزه. ولی اول که میخوام که حالت سرخ کرده نباشه، بعدش هم که وقتی سیب زمینی رو سرخ میکنی دیگه لعاب نمیده به لوبیا، بعد میان به خاطر اینکه لعاب بده میان بعضی آرد تفت میدن بهش اضافه میکنن که به نظر من اونجوری اصلا خوشمزه نمیشه با آرد و اونجور چیزا. حالا دیگه سلیقه یه، بازم نمیخوام اونطوری بگم، شاید بعضی اونطوری دوست داشته باشن. یه مگس هم اومده تو در باز میکنی زودتر از خود اون مگس میاد تو، هوا سرد شده مگس ها و مورچه ها دیوونه مون کردن دیگه. خلاصه اینکه به خاطر اینکه لعاب بیشتری بهش بده، من از همون اول یه دونه پیاز و با دو سه تا سیب زمینی پوست میکنم، خورد میکنم، با لوبیا میذارم با هم بپزه. بعد خیلی هم لعاب دار و خوشمزه میشه. اصلا بهش روبه گوجه اضافه نمی کنم. حتما یه بار اینطوری درست کنید، بعد ببینید که چقدر خوشمزه میشه به روش من. البته سورشت اینطوری خیلی درست میکنن که اصلا تفت نمیدن، همینطوری میریزن. بعضی هم که دیگه خیلی راحت درست میکنن، چیکار میکنن؟ میرن یه دونه قوطی کنسرو لوبیا میخرن میارن، بعد اونو میذارن و بهش سیزن پیاز اضافه میکنن، میذارن لوبیا درست میکنن. این راحت راحت. من داشتم چند روز پیش کامنتاتون رو میخوندم، بعد یه عزیزی، یه خانم عزیزی برای من کامنت گذاشته بود. البته من که ایشون رو نمیشناسم. بعد پیامشی که خوندم واقعا خوشحال شدم، یعنی یه جورایی اصلا گریه‌ام گرفت. از پیامش اسکرینم گرفتم، اسکرین شات گرفتم، ولی یادم نیست که تو کدوم گوشی، انگار که اشتباها حذف شده. که پیام داده بود که من افسردگی داشتم، چندین سال افسردگی داشتم، اصلا حال روحیم خوب نبود. از زمانی که مثلا ویدیو شما رو، یعنی ویدیو من نگاه میکنه، میگوشه که حالم بهتر شده، افسردگیم خیلی بهتر شده، الان به کارام میرسم، خانوادم خیلی از این بابت خوشحالم و کلی تشکر کرده بود. و نمیدونی چقدر هم من و چقدر سعید وقتی که این پیامو خوندیم چقدر خوشحال شدیم. حالا نه به خاطر اینکه مثلا ویدیو منو دیده، نه به خاطر اینکه حالش خوب شده، به خاطر اینکه از اون افسردگی لعنتی داره خلاص میشه، داره به زندگیش میرسه و از همه مهمتر خانوادش خوشحالن. اگه این ویدیو رو میبینه برایش آرزوی سلامتی میکنم، شده که روز به روز حالش بهتر و بهتر بشه. و چقدر خوشحالم که حتی شده تا یک نفرم اگر با ویدیو من حالش خوب بشه، واقعا برای من ارزشمنده. من چون مثلا خیلی از دوستا پیام میدن که تو رو خدا ویدیو بیشتر درست کن، ولاگ بیشتر بذار. من اگه بخوام مثلا توانایی ندارم واقعا بخوام مثلا هر یک روز در میون هی ویدیو درست کنم بذارم براتون، ولی خودم این کارو نمیکنم، چون دوست دارم ویدیویی که براتون میذارم توش یه چیزی یاد بدم، یا یه چیزی، تجربه‌ای که خودم بلدم، یا کاری که انجام دادم، یا حالا غذا ترشی شیرینیه، یه چیزی که به درد خانما بخوره تو اون ویدیو باشه. یه چیز مثلا ساده نباشه که بی محتوا باشه، یعنی یه دونه ویدیو بی محتوا اصلا حاضرم که ویدیو نذارم، ولی محتوا داشته باشه. یه ویدیو درست کنم که توش یه چیزی که یاد بگیره یا حال یه نفر خوب بکنه. به خاطر همین در ماه اگر دقت کنید، جدا از اون کانال، حالا اون کانالم که مثلا آشپزی اون است، این کانالم بیشتر از مثلا 6 تا دونه ویدیو یا مثلا 6 7 تا، یعنی ماه پیش من شمردم 6 تا دونه ویدیو بیشتر نذاشته بودم، به خاطر اینکه دوست دارم که اون ویدیو براتون مفید باشه. نگاه میکنین این وقتی که میذارین، وقت بالاخره ارزشمنده دیگه، ما این وقت رو میتونیم صرف هزار تا کار دیگه بکنیم، ولی این وقت رو میذارین. اولا که ازتون خیلی ممنونم که لطف دارین میشینین ویدیو رو نگاه میکنین. بعدش برای وقت بیننده دوست دارم ارزش قائل بشم که همینطوری یه دونه ویدیو، ببخشید، چرت و پرت نباشه که فقط الکی وقتتون گرفته بشه و هیچ به دردتون هم نخوره. به خاطر همین که سعی میکنم کمتر ویدیو بذارم، ولی سعی کنم ویدیو مفید باشه براتون. بفرمایید چایی.
خب ببینید لوبیا من با آبم زیاد گرم نبود، آب خیلی ولرمی بود، با یه قاشق نمک گذاشتم یک ساعت قشنگ خیس خورد، اون آب رو ریختم رفت، حتما آب بریزیم بره. بعدش سیرش روشن کنم. حالا این سیب زمینی رو با پیازی که خرد کردیم رو بهش اضافه میکنیم. بعد بهش آب گرم اضافه میکنیم، آب داغ. خب بعد درش رو بذارین این بجوشه، آب چند تا قول خورد حرارت رو خاموش کنید. حالا بهتون میگم مرحله بعد باید چه کار کنید. حتما حواستون باشه وقتی یه دو سه تا قول خورد خاموشش کنید، دوباره با زیرش رو یه کم دیگه خنک بشه، زیرش رو روشن کنید. خب ببینید الان شروع کرد به قولیدن لوبیاها. بعد از اینکه شروع کرد قولید چند تا قول که زرقشن آبش جوشه جوش شد، زیرش رو خاموش کنید، درش هم بذارین بمونه یه نیم ساعتی تا آبش یه مقدار خنک بشه. من خاموش میکنم، درش دیگه بر نمیدارم که بمونه. الان خاموش کردم، اصلا نگران نباشین. یکم که گذشت، یه نیم ساعت گذشت، لوبیا قشنگ تو آب جوشه جوش مون، یه حالت انگار سری نیم پز میشه. بعد دوباره زیرش رو بیاین روشن کنید، آبش دیگه عوض نکنید چون یه بار آبش عوض کردیم. دوباره بیا زیرش رو روشن کنید، دیگه بهش نمک و فلفل و زردچوبه، اینا حالا ادویه هر چی دوست داری. حالا بعضی به لوبیا گلپرم میزنن ولی من نمیزنم. اینا رو بهش بزنید، زیرش رو دیگه کم کنید، ملایم بذارید، دیگه خودش یک ساعته میپزه. بعدش ببینید چقدرم عالی میشه. من رفتم حاضر شدم برم سارا رو زودتر بیارم چون امروز صبح زود رفته، میگم خسته میشه اینا، برم زودتر بیارمش خونه. خب بریم سراغ خوراک لوبیامون. ببینین تقریبا کم خنک شده لوبیاها، همه رفتن زیر آب، یعنی یه جورایی قشنگ دیگه از حالتون چروکی و اینا در اومده، قشنگ سنگین شدن رفتن پایین. به این حالت که رسید یه نیم ساعت گذشت، دوباره زیرش رو روشن میکنم و حرارت و ملایم میذارم که بپزه. اینطوری خیلی سریعتر میپزه. حالا به جای اینکه 5 ساعت اینا بذاریم بخواد بجوشه تا بپزه، این سریعترین راهه. خب بهش نمک و فلفل و زردچوبم اضافه کردم. ببینید دیگه باید بمونه، کاری باش نداریم. من زیرش رو کم کردم چون میخوام دنبال سرد رو بیام، به خاطر اینکه یک وقت مثلا سر نره زیرش حرارتش کمه، زودم میام. وقتی بوده که دور نیست، یه 10 دقیقه یه رو بمیام. ولی یه کوچولو توش روغن زیتون ریختم. روغن زیتون ما که داخلش کلا موقع خوردن روغن زیتون میریزیم، حالا بعضی آب لیمو میریزن، بعضی روغن زیتون میریزن. روغن زیتون خیلی خوشمزهش میکنه. یه قاشق کوچولو ریختم روغن زیتون که این باعث میشه دیگه به هیچ عنوان وقتی میقله وقت سر نره لوبیاتون. اینم نکته طلایی. من رفتم دیگه سارا مهد کودک برداشتم، رفتیم با سارا خرید کردیم. یه رفتم از این مایه جلا دهنده ماشین ظرفشویی خریدم که تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم که باهاش هم سینک رو میشورم، هم که داخل ماشین ظرفشویی میریزم برای ظروف شیشه‌ای. خیلی خوبه، سینک باهاش قشنگ براق میشه. دیگه من خریدار رو جابجا کنم. اومدیم تو کوچه، همین رسیدیم همسایمون بیرون بود، دیگه صدرا رو گفت بذار پیش من بمونه. نه به اون صبح که هوا انقدر سرد و مهی بود، نه الان که آفتاب و گرم شده، خب بذار اینجا بمونه پیش میشیار نگاه کنه اینا. گفتم من غذام رو گاز، برم غذا رو نگاه کنم دوباره میام پیشتون. اینا رو جابجا کنم و برم غذا رو ببینیم که چی شد. من دیگه رفتم تو خرید کردم، سر راه مدت بودم، گفتم 40 دقیقه طول کشید، میخوام ببینم تو این 40 دقیقه لوبیامون به کجا رسیده. خب درشو باز کنیم. به به، لوبیا سیب زمینی ها همه قشنگ پخته. ببینید لوبیا قشنگ ترک خورده. کامل پخته. لوبیا اصلا قشنگ ترکیده. دیگه فقط باید ببونه آبش کشیده بشه و
لاب بزنه. دیدین چقدر سریع پخت؟ حالا اونجوری باید 4-5 ساعت میجوشید. حالا بعضی ها میگن خب چرا تو زودپز نمیریزی یا اینا. من کلا اعتقادی به زودپز ندارم، زودپز دارم، زودپز هم خیلی بزرگه بعد، ولی اصلا هیچ وقت غذا داخل زودپز درست نمی کنم، چه خورش باشه تا چه همجوری لوبیا هرچی باشه، همه رو میذارم روی گاز داخل قابلمه میپزم. البته اینم که میدونی زودپز اونجور چیزا خاصیت مواد غذایی رو از بین میبره. بهتره که همیشه آدم از قدیم اینطوری بود دیگه، با تایم قشنگ زیاد به حوصله از صبح زود غذا رو با شعله کم میذاشتن آروم آروم میپخ، ولی الان زودپز میریزی همه خواصش از بین میره. خب من زیر لوبیا دیگه خیلی وقت خاموش کردم که دیگه زیاد سفت نشه، چون سعید میگه که آب داشته باشه زیاد سفت نباشه، من خودم ولی دوست دارم که لوبیا قشنگ سفت و غلیظ باشه. ببینید کامل پخته لعاب داده. من رو به گوجه هم نمیزنم، حالا بعضی موقع یه دونه گوجه رو مثلا 4 تیکه میکنم بیندازم، ولی رو به گوجه نمیزنم. لوبیاش رو ببینید از نزدیک همشون کامل کامل پختن. اونم از نهار امروز. یکم هم پلو خورش داریم، ببینیم کی کدومو میخوره دیگه. خیلی بابا از بازیات ریختی بازی کردی، قول میدی جمع کنی؟ قول بده. قول؟ قول دادی یا؟ نمیخوای بیه لالا کنی؟ بیه دیگه نارتو خوی خوردی، بیه لالا کن. سر قول دادی که از بازیش جمع کنه، بازی کرد. پس من میرم لالا کنم. برم؟ من لالا. میوفتی میوفتی بی پایین بی پایین بی پایین. ما بعد اینکه نهار خوردیم دیگه من جمع جور کردم. بعد دیگه یه دفعه هوا برگشت، از اون هوای آفتابی و آروم و خوب یه دفعه هوا سرد شد، باد در اومد، الانم داره بارون میاد. خلاصه دیگه هوا خیلی سرد شد دیگه، قشنگ مزه میداد که بخوابی. یه هممون خوابیدیم، من، سعید، سما، بجز صدرا. صدرا نخوابید دیگه، هر یعنی این بچه من موندم صبح ساعت ببینی 7 بیدار شده، ساعت 8 رفته مهد کودک، تا زور مهد کودک بوده، اومده خونه باز همجور بازی کرده، کارتون نگاه کرده، نقاشی کرده، هنوزم نخوابید. دیگه الان وقتی نیستش که بخوام بخوابونمش، چون دور آخر شب نمیخوابه. دیگه الان بیدار شدم، این بادم جونا رو گرفته بودم، ترشی شکمپور درست کنم، بادم جون شکمپور. حالا نمیدونم شما میخورین دوست دارین یا نه، ما خیلی دوست داریم، من خودم خیلی این ترشی رو دوست دارم. کلا ترشیایی که با بادم جون درست میشه خوشمزه میشه. حالا میخوام، گفتم که الان که وقت دارم ترشی بادمجون شکمپر درست کنم. برای درست کردن بادمجون و ترشی بادمجون شکمپر، من بعد از اینکه بادمجون رو شستم این دومش رو میزنم، بعد این کلاهکش رو، کلاهک بادمجون رو بعد بذاریم بمونه مثل همونطور که بادمجون رو سرخ میکنیم. به این شکل داخل قابلمه میچینم، بعد بذاریم با سرکه بپزه بادمجونامون.
من با سرکه قرمز درست میکنم. کلن اگر بتونید ترشا رو با سرکه قرمز درست کنید خیلی بهتره. سرکه سفید اصلا ما چیزی بوم، اگر شما بخواید بزنید توی نت و اینا چیزی به عنوان سرکه سفید نداریم. سرکه سفید یه چیزیه که خودشون درست میکنن، ولی سرکه قرمز از انگوره که درست میشه. بعد سرکه سفید معده رو یعنی داغون میکنه اگر دراز مدت بخواید همش استفاده کنید. حالا دیگه برای بعضی چیزا مثل خیار شور یا شور که باید رنگش مثلا روشن باشه، چون خسته که قرمز رنگ ترشی رو تیره میکنه، اونا رو دیگه حالا آدم مجبوری از سرکه سفید یه مقدار استفاده میکنه. ولی برای ترشی ها اینجوری و ترشی هفته بجار و اینجور چیزها حتما سرکه قرمز بهتون پیشنهاد میکنم بگیرید بریزید. بادمجون کوچولو درست میکنم به خاطر این بادمجون بزرگ هم میشه مثلا درست کرد، ولی بادمجون کوچیک خوبیش اینه که مثلا یه دونش هم مثلا بیارین سر سفره این دیگه تموم میشه، دو تا دونه بیارین سر سفره تموم میشه. ولی وقتی بادمجون مثلا بزرگ باشه نصفش اگه خورده بشه بعد نصف برگش میمونه، بعد اینو دوباره بخواید انتقال بدین به همون ظرف ترشیتون اون موادش همه از توش در میاد قاطی میشه اون توی ظرف ترشیتون بعد شکل اینا میشه، بعدش هم موادش هم که از توش در میاد یه ذره بیمزه اینا میشه. بهتره که سایز بادمجونش ریز باشه که هم خوشگلتره، هم تو ظرف میخواید سر سفره بچینید قشنگتره، هم که حالت لقمه‌ای و همش هم خورده میشه دیگه چیزی ازش نمیمونه. من همه بادمجونا رو ببینید تواشو دوماشو گرفتم، قسمت کلاهکاشم گرفتم و الان سرکه میریزم میذارم بپزه. اندازه پختشم بعضیا یه کوچولو میپزم، ولی من دوست دارم یه مقدار بیشتر بپزم که موقعی که میخوای چنگال میزنی این ترشی رو سر سفره ببری قشنگ راحت تیکه بشه، اینجوری هی باهاش نجنگی هی درگیر نباشی بخوای تیکش کنی، قشنگ یکم نیم پز یه ذره از نیم پز اونورتر. این لبه قابلمه هم نمیخواد سرکه بریزین چون الان این یه مقدار پخته بشه میره پایین. این سرکه هم بعدش باید بریزیم بره چون تلخی بادمجون میره داخل سرکه، این سرکه که تو قابلمه میریزیم رو دیگه نباید استفاده کنیم. خب این میبرم زم گاز تا بپزه، تا این بپزه میام مواد داخل شکم پولیش آماده میکنم. اینم از بادمجونا که دیگه ببینید رفت پایین سرکه قشنگ شد اندازه خود بادمجونا پخته الان، ولی من یه کوچولو دیگه میذارم که نرم تر بشه. دارم ترشیه بادمجون شکم پر درست میکنم. دوست داری؟ خودتونه امروز رفتی مهد کودک خوب بود؟ خانم معلم چی شد؟ خانم رفت چی گفت؟ خانم رفتی تو رفتی؟ خانم معلم گفت میخوام برم بیرون داره کار داشت او قربونش بشم عزیزم یه بوس دیگه بده قربونش بشم قلب منه عشق منه
این نینی منه، جوجوی منه. سما به کی حرف میزنه؟ سما داره با دوستش صحبت میکنه. دوستش کیه؟ دوستش رها. رها افر وای صورتش لوزی شد، وای صورتش لوزی شد. بابا سعی کو وای رفتیش چای با رفتیش سرکار تو یه بوس بفرستی، بوس بفرست برو یکی دیگه محکم محکم تر با هم با هم یک دو سه برو ببینیم بادم جونامون پخت یا نه. خب بادم جونا پخت، من میذارم داخل یه آبکش. دیگه رو من یکم داخل سینگ همینجا گذاشتم تو آبکش که آبش بره، ولی بازم باید بذاریم بیشتر. این نه نمیشه. یه چیزی که یه چیز سنگینم روش بذاریم که این آب بادمجونو باید در بیاد، این آب تلخیش بیاد، وگرنه ترشیتون تلخ میشه. خوبه اگه بمونه، این بمونه اینجا. ببین آبش همه در میاد کم کم، ما بریم بقیه کارش انجام بدیم. چی؟ ترشی درست کنیم. میای با من ترشی درست کنیم؟ آره. خب باشه. الان میخوایم ترشی درست کنیم. خب بعد ترشی درست کردیم، میخوایم بریم مهمونی. میای بریم؟ آره. ساعت چنده؟ نمینه. نوعیمه؟ نه بابا، سر شیشه. آره سر شیشه، ما خود تو شیشه ترسیدم. نه ترس. خب، اونجا بشین. من میشه این شور میکرده همین. خب، اونجا بشین. او علی، یو علی. من شیم تو شیشه درست کنم. آره خب، من میریزم این تو، تو چکار کن؟ من خود ترشی درست کنم. من برای داخلش سیر فراوون، فلفل. حالا فلفل من تنده، خیلی زیاد نریختم، یکم قرمز سبز و تند نیست، ولی این قرمز یکم تنده. اینا رو با هم دیگه حالا چرخ میکنیم با هویج. این موادشه. حالا سبز خشک و اینا هم داره که حالا اونا آخر سر بهتون میگم. بزن قاشق بیارم زیرو رو کنم. ماما خود داره به سما هر درمش کنم. بلش کنم. آره. سما سر دو جلو نیار. تونده. بس میده. خوش تونده. دست نزد. اصلا به اون دست نبا بزن. برق خطر. بزن. جرمیزیم
ببینم چقدر شده کم بیتون دیگه. این چی درست میکنی؟ ترشی. آفرین. ترشیه، بادمجونه، بادمجونه، شکمپر، شکمپری. خب اینه ترشی درست کنیم. خب من 3 دونه هویج رو خورد کردم. دیگه هویجش خیلی نباید زیاد نباید باشه، خیلی مزایی که هویجش خیلی زیاد نباشه. این میشه سیر و فلفل و هویج. الان هم دیگه میارم بهش نعنا خشک اینا هم اضافه میکنم. نعنا خشک میتونید اضافه کنید، مرزه، ریحون خشک، نکن ترخون خیلی کم، هم خشکش رو میتونید بریزید هم تازهش رو میتونید بخرید، خورد خورد ریز 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 کنید و توش استفاده کنید. ولی من همیشه سبزی و خشک بهش اضافه میکنم، سبزی خشک، سبزی تازه نمیریزم. من داخل این موادش نعنا خشک ریختم، مرزه خشک داشتم ریختم، یکم ریحون خشک داشتم ریختم، جعفری و گشنیز، کلا سبزی معطر دیگه هم که گفتم دیگه. ببین اینجوری شد. الانم بهش نمک، باز ادویه ترشی اضافه میکنم. ادویه ترشی هم تازه گرفتم، خیلی خوش عطره. این دیگه این ادویه ها توش زردچوبه هم داره، اگه ببینید دیگه نمیخواد مثلا بهش چیزی اضافه کنید، دیگه کامله. حالا من بعضی ها دیدم شکم بادمجون رو قبل از اینکه بخوام بپزن شکم بادمجون رو خالی میکنن، بعد شکم های بادمجون هم ساتوری میکنن با این مواد توش قاطی میکنن، ولی من دیگه این کار رو اون بیشتر برای بادمجون های گوشتی این کار رو میکنن. خب شکم بادمجون رو برش میدم، ولی نه تا انتها، تا خیلی پایین، چون اینجوری پاره میشه. یه مقدار از وسطش که باز شد از این مواد شکم پاری توش میریزم. یک چای قاشق باید بیارم. اینطوری تو شکمش، تو هر کدوم یه دونه قاشق بریزیم کافی. خب اینم از بادمجونا که شکم همشون رو پر کردم. ببینید چه عطری داره. دیگه الان فقط باید داخل ظرف بچینم و روش سرکه بریزم قشنگ رو لبه روش. یه ظرفی هم باید باشه که تقریبا پهن باشه، اکثر داخل سطل میذارن که اینا رو هم دیگه خیلی انباشته نشه که فشار بیاد. این بادم ترشی چون که بادمجونش پخته شده خیلی سریع آماده میشه، یعنی دیگه چند روز که 3-4 روز دیگه قابل خوردنه. بعد یه مقدارم از اون مواد شکمپوری من اضافه اومد.
اونم میتونی، حالا میذارم داخل یه ظرف دربستی، میذارم داخل یخچال، بعدش دوباره اونم میتونید بهش چیزهای دیگه اضافه کنید، مثل کلم سفید و اینا خورد شده یا بادمجون، هر چیزی که دوست دارین. اونم خودش یه جور ترشی لیته میشه، خیلی خوشمزه میشه. دیگه حالا اینا رو برم داخل ظرف بذارم و در نهایت هم بهتون نشون بدم. من دارم عجله میکنم، قرار به مهمونی با ما اینا، البته مهمونی با خانوما داریم میریم، سعید نمیاد. داریم میریم جایی. من با اضافه اون شکمپولی شکم خودم پر. داریم سعید هم داره شام شده میخوره دیگه، ما هم کارم که تمام شد جمع جور کنیم بریم. یکی از اقواممون بچهش به دنیا اومده، میخوایم با مامانا بریم دیدن بچه. دیگه همین دیگه، فعلا برم انجام بدم. دیگه ان برسه یه چند روز دیگه در کنار غذا، واقعا ترشی بادمجون شکمپر میچسبه. مگه نه سعید؟ 100% در شام میخوره. دارم لیتر میخورم. آره اینا دارن ترشی قبلی رو میخورن، لیتر بود درست کرده بودم با گوجه و بادمجون اینا. آره دارن با لوبیا از زور مونده بود، دارن با همون میخورن دیگه. لباس مناسب ندارم. آره لباسش مناسب نیست که ازش فیلم برداری نکردم. اینم تموم شد و من برم آماده شم. شام نمیخوری؟ نه دیگه، من گشنم نیست. باشه. ما حاضر شدیم. نظریم مامان و شادی هم بیان دنبالمون، با هم بریم دیگه به مهمونی. سمان گفت منم میخوام بیام. یه سعید میمونه تنهای تنها. کجا میشه همیشه والا؟ میشه همیشه. سلوار که بوشه میپوشونه. لباسای صدر داره میپوشونه که ما بریم. آره بیا. اون سلوار بابار بیا. ما دیگه ساعت الان 12:30، البته یه نیم ساعت پیش از مهمونی برگشتیم. دیگه جاتون خالی، خیلی خوش گذشت. رفتیم نینی کوچولو رو دیدیم، یه نینی خوشگل، خوش اخلاق. خدا براشون حفظ بکنه، خدا همه بچه ها رو حفظ بکنه، بچه های ما، بچه های شما، لکه همشون سلامت باشن و عاقبت به خیر بشن. دیگه الان اومدم واقعا خستم، یه میخوام برم سر صورتم و حساب بشورم و بعد دیگه بخوابم، استراحت کنم. سعیدم سر رو برد بالا بخوابونه، دیگه منم برم بخوابم. امروز خیلی حرف زدم، خیلی وقتتون رو گرفتم، ازتون عذرخواهی میکنم. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین. تا ویدیو و ولای بعدی همتون رو، تک تکتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشین. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.